با سلام، خوش آمدید به آشپزخانه ما. امروز می خواهیم یک غذای خوشمزه بپزیم و آن غذا هم خورشت بامی است با کباب. دیگه مواد لازمش هم می بینید، دیگه کلش خرد کرده آماده هست. یم ادویجات است که شما می بینید، بعضی ادویجات دیگه هم بعدن میاد. کنها رو باز هر وقت که نوبت شد با هم میبینیم. خب شروع کنیم با خرد کردن بعضی ادویجات: تخم گشنیز، زیره، دارچین و هل. اینا رو در آونگ یا دستگاه میندازیم و دیگه میده میده و خردشان میکنیم. وقتی خرد شد به این شکل در میاد و میمانیم کنار. دیگه روغن هم تا اضافه میکنیم، پیاز هم در ردش. خب ما پیاز دو رنگ زدیم، دیگه هم تو دلم شده، شما رقم که دلتون شد میده کنید. دیگه هم دیگه زردگ و کچالو رو هم مندازیم که ادی پیاز تفت بخوره. اینا رو نوبتی از او ادویجات میده میده شده رسید. خب اینا رو هم که انداختیم، دیگه یک هم تو شور میتیم مثل آشپز آوری که دلش تق نشوه. بعد از او دیگه دلمه، مرچ تازه، سیر و زنجبیل هم تو اضافه میکنیم، به قول معروف علاوه میکنیم. دیگه بعد از اینکه کم تفت خورد، باز روب به خود مندازیم در دیگ، حلش میکنیم، بافتش باز شوه، گرم شوه. بعد از او دیگه نوبت بانجان رومی یا گوجه است، یارا مندازیم، باز یک تفتشان میتیم امتو که خوب دیگه تفت بخوره و دیگه نرم شوه. بعدش دیگه یک کم شور میتونم است بیکار نباشیم. دیگه وقتی امی روزماری است، در این روزماری میزنیم. دیگه زردچوبه خوب همیشه داریم، همیشه هسته. دیگه فلفل سیاه یا مرچ سیاه، این هم فلفل خورشتی است، این اپشنال است، هر کس داشت میزنه، نداشت نزدی هم عیبی نداره، هیچ مشکلی نیست. بعد از او آب جوش هم تو 100% اضافه میکنیم. دیگه اینا هم اپشنال، اینا هر کس دلش شد و داشت میندازه، نداشتم نمیندازه، خیر است. دیگه من از این اصاره گیاهی هم دارم، از یه اضافه میکنم در غذای خورشتی، قرمه ای و بسیار مزهش هم بیشتر میکنه. اینا رو نوبتی از این کباب است که آماده و یخ زده است. اینا رو میتونه به اندازه لازمی که نیاز داری و میخوای گوشت داشته باشه میندازی در قاده. همین مواد و سوسی که جور کردیم دیگه باز میمانیم یک کم دمای دیگ بالا بره. پس نوبت بامیه جان است. بامیه را هم هم چون یخ زده است، باز میندازیم داخل دیگ و میمانیم که دیگه قدم گوشت و مواد که جور کردیم خوب پخته شود. دیگه باز اینال دیگه با مقدار لازم نمک هم اضافه میکنیم. نمک اضافه میکنیم، باز میتونه که آدم زیاد ندازه، کمتر بیندازه، چون بعدا هم میشه نمکش جور کرد. دیگه حدود نیم ساعت لازم است، چون گوشت خوب پخته بود. بامیان که وقت زیاد لازم نداره. دیگه بعد از نیم ساعت دیگه دیگه برداشتیم. دیگه نام خدا، به به به، چی یک قرمه شد، یک خورشت جورس شد. دیگه جایتان خالی، دیگه یعنی کلن آماده و تیار خوردن. باز یک مزه میکنیم، ادویجات و نمکش اندازه است. در اون طرف در پلاو پز هم تو برنج مانده بودیم که یک پلاو شوه و هم جایتان خالی. دیگه آماده و تیار شده، همزمان که خورشت آماده شده برنجم جور تیار شده. دیگه وقت چی است؟ وقت خوردن است، وقت غذا کشیدن است. غذا را که دیگه باز میکشیم در بشقاب، اما تا خوب دیگه
آمادگی میگیریم دیگه شکم که کاله کنیم، شکم به اصطلاح دیگه. باز دیگه هرچی دلتان شد از هر موادی که خواستین بیشتر و کمتر میگیرین براتان. وی دیگه دل خودتان است، من گفته نمیتانم دیگه، جایتان خالی به به بفرمایید دیگه. نوش جان کنیم با هم دیگه. داغ از تازه از دیگه کشیدیم، یک کم پوف و چوفش کنیم که سردتر شود دیگه. خدا رو شکر دیگه. موفق باشید، لایک و سابسکرایب یادتان نرود. خب دوستان عزیز، با سلام و تشکر از اینکه تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم خوشتان بیاید. در این ویدیو سعی کردم که یک خورشت بامیه با کباب برایتان درست کنم، یعنی برای خود درست کنم، شما تماشا کنین که من چه رقم جور میکنم. خب خیلی روش ساده و خیلی روش سریع است، مثل یک ویدیو قبلی که داشتم بادمجان با همین کبابا بود که اونم خیلی خوشمزه، با بامیه هم خیلی خوشمزه میشه. این کبابا اینا آماده شده و دیگه امیدوارم خوشتان بیاید دیگه و کانال ما رو تعقیب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید و همچنان منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید. امیدوارم که همیشه سلامت و سرحال باشید دیگه. ما می غذا رو نوش جان کنیم. غذا هم گفتم که یک برنج هم در پلو پاز دم کردم دیگه. وقتی که آدم زیاد حوصله نداره، زیاد وقت بگذارانه و دیگه میخوای سریع غذای خوب و سیر کننده و خوشمزه درست کنه، میتونیم که این کارا و ابتکارات رو بزنیم و غذای خوب درست کنیم دیگه. بیش از این مزاحمتون نمیشون، سعی کردم که ویدیو را من بیشتر سعی کنم از بعد کوتاه‌تر و فشرده‌تر شود تا شما بتونید کل ویدیو را تماشا کنید دیگه. موفق، شاد، پیروز، سربلند باشید، مواظب خودتان باشید، وقت خوش، خدا نگهدار، چاو. آها راستی دوستان، یادتان نرود که سابسکرایب هم بکنید. اگر سابسکرایب نکردید ویدیو را هم لایک بزنید که باعث دلگرمی و انگیزه بیشتر ما میشود. تشکر خیلی زیاد، موفق باشید و با امید دیدار مجدد، وقت خوش.